بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب یه مقدمه بگم که چه اتفاقی افتاد. بنده یکی از دوستان به من زنگ زد گفتش که مناظره کنسل شده، آقای تاج‌زاده در توییترشون نوشتن. بنده به برگزار کنندگان زنگ زدم جواب ندادن و چون مطالبی آماده کرده بودم که مباحث آقای تاج‌زاده رو در حوزه شورای نگهبان پاسخ بدم و سوالاتی از ایشون بپرسم، از ایشون دعوت کردم که منزل ما تشریف بیارن و اونجا مناظره بکنیم. ایشون چون منزل ما احتمالاً جنوب شهر بوده نیومدن، ما رو به شمال شهر دعوت کردن، ما اومدیم الان منزل آقای تاج‌زاده، البته در لابی منزلشون در ورودی هستیم و قراره که در حوزه در خصوص شورای نگهبان در واقع گفتگوهای داشته باشیم. دوستان قرعه کشی کردن و بنا شد اول بنده شروع بکنم و وقت رو هم نگه می‌دارن که به اندازه همدیگه صحبت بکنیم. من اینجا قصد ورود به مصادیق ندارم. بنده حقوق خوندم و مباحثی که می‌خوام مطرح بکنم و سوالاتی که می‌خوام بکنم و توضیحاتی که می‌خوام بکنم در مورد مفاهیم هست. چون مفاهیم در کشور ما به درستی شناخته نشده، سیاستمداران از عدم شناخت مفاهیم در واقع استفاده می‌کنن و مسئله رو قلب میکنن. اولین مسئله‌ای که وجود داره این هستش که من میخوام از آقای تاج‌زاده بپرسم این که شورای نگهبان رو انتصابی میدونن، شورای نگهبان و در واقع نهادش رو غیر دموکراتیک میدونن و همچنین نظارت استصوابی رو یک امر داخلی میدونن که در دنیا وجود نداره، برای بنده توضیح بدن که آیا میدونن که نظارت استصوابی و شورای نگهبان از کجا وارد قانون اساسی ما شده یا خیر. این دو سوال رو بنده میخوام پاسخ بدم، ولی ابتدا از آقای تاج‌زاده درخواست میکنم که به این دو سوال بنده جواب بدن تا منم پاسخ بدم. به نام خدا. اولا منم سپاسگزارم از آقای محبی که به رغم اینکه برنامه رو به مجریان ابلاغ کردن که به هم بزنن، ولی ایشون آماده بود و حاضر شد که بیان مناظره خودمون دو تایی داشته باشیم خارج از محل دفتر مرکزی حزب جمهوری در سرچشمه. من همچنان که مردم شریف میدونن طرفدار گفتگوام و گفتگو رو راه نجات ایران میدونم و معتقد هستم که ما به رغم همه اختلاف سلیقه‌هایی که و عقیده‌هایی که داریم هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم بشینیم حرف بزنیم، همدیگر رو بهتر درک بکنیم و بکوشیم که از طرق مدنی و مسالمت‌آمیز راه حلی برای رفع مشکلات کشور و پیشرفت امور اون پیدا بکنیم. کافیه که ما فقط به کشورهایی که در بهار عربی اصل به رسمیت شناختن مخالف رو نپذیرفتن سرنوشت اونها رو توجه کنیم، یا سر از استبدادهای مخوف در آوردن یا در چاه بیل درگیری های داخلی افتادن از سوریه و لیبی و یمن و غیره. تنها کشوری که نجات پیدا کرده تونس هست تا الان. علتش هم اینه که پذیرفتن با هم دیگه حرف بزنن، مخالف خودش رو به رسمیت شناخت و به همین دلیل هم تا الان تونستن از بحران‌ها عبور بکنن. طبیعتاً من توی این گفتگوها اولویتم با کسانی هستش که در داخل هستن. البته چند وقت پیش آقای مخملوف از خارج به من نامه نوشت جواب دادم، دوباره نوشت جواب دادم، متاسفانه قطع کرد، وگرنه با ایشونم داشتیم ادامه میدادیم گفتگوها رو، چون به نظرم خیلی روشنگر میتونه باشه. آقای سلیمانی که مسئول برگزاری این مناظره بود، من به ایشون در واقع اختیار داده بودم که هر کدوم از کسانی که در جبهه اقتدارگراها یا اصولگراها هستن حاضر شدن، من حاضرم که باشون مناظره کنم، ولی متاسفانه تا الان هیچ کدوم این حاضر نشده، یعنی از آقای شریعت مدار، آقای صفاری هرندی، آقای زرقام، آقای قالیباف، آقای جلیلی و آقای رسایی، آقای روانبخش و دیگران، تا اینکه گفتن آقای محبی حاضرن، منم اعلام آمادگی کردم که برگزار کنم. تو این فاصله برای من
چند نفر نوشتن که آقایان رحیم پور و یامین پور و رائفی پور هم از تو تقاضای مناظره کرده بودن، تو به هر دلیلی نپذیرفتی و احیانا ترسیدی. خوشبختانه ظاهرا آقای رائفی پور یک جای مرکزی رو داره و اعلام کرد امروز که آماده است که مناظره رو اونجا برگزار کنه. من اعلام آمادگی میکنم، چون هفته دیگه هم تبلیغات انتخاباتی اینها نامزد هستن، با این دوستان حتما مایلم که مناظره بکنم در مورد اوضاع کشور و علل مشکلات جامعه ما و همینطور راه حلی که هستش تا مردم کاملا آگاه بشن که در جامعه ما چی بگذره. اما در مورد این مناظره خاص که درباره شورای نگهبان هست، البته به سوال آقای محبی خواهم پرداخت و من هم سوالات زیادی دارم درباره عمل کرده شورای نگهبان که طرح خواهم کرد. قبلش باید یک دو تا نکته رو توضیح بدم و بعد به اون مسائل بپردازیم. واقعیتش اینه که ما اولین انتخاباتیه که بعد از بیانیه معروف رهبری به نام گام دوم انقلاب ما داریم برگزار میکنیم و البته متنی هم تهیه شده به عنوان پیشنویس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی. سوالی که بین ما اصلاح طلبان مطرح بوده این بوده که آیا گام دوم انقلاب به معنای تعمیق و توسعه جمهوریت و مشارکت مردم هست یا به معنای تعطیلی جمهوریت و کاهش مشارکت مردم و عبور از جمهوری هست به سمت یک حکومت اسلامی 15%؟ آیا در این گام دوم ما قراره که برگردیم به اون شعار اولیه انقلاب همه با هم، یا محور قراره بشه همه با من و هر کسی غیر از یک نفر فکر بکنه باید حذف بشه؟ بنابراین این انتخابات از این منظر اهمیت داشت که خب قراره برای گام دوم انقلاب که 40 سال آینده این مسیر پیموده بشه چه اتفاقی بیفته؟ آیا ما آزادترین و رقابتی ترین انتخابات رو خواهیم داشت یا بسته ترین و انسدادی ترین انتخابات؟ تا الان اون چه که مشاهده کردیم متاسفانه دومیه و معلوم میشه که در واقع تفسیر گام دوم انقلاب این هستش که قرار روز به روز جامعه ما بسته تر بشه و به سمت انسداد حرکت بکنه. مردم عزیز ما توجه دارن که این انتخابات در شرایطی داره برگزار میشه که میزان نارضایتی عمومی در 40 سال گذشته بی سابقه بود، به بالای 80% رسیده. ناکارآمدی مدیریتی به ویژه در زمینهای اقتصادی بیداد میکنه و مشکلات گرانی و بیکاری و تورم و غیر و کمر جامعه رو خم کرده. فساد گسترده شده، دولت و مجلس و قوه قضاییه و اخیراً هم شورای نگهبان رو در بر گرفته. یعنی ما به جایی رسیدیم که دیگه صلاحیت افراد رو با 4 میلیارد خرید و فروش میکنن. یعنی بدترین نوع مناسبات سرمایه‌داری حتی در یک انتخابات داره خودش رو نشون میده که به اون خواهم پرداخت. از اون طرف تنگ نظری ها داره جامعه ما رو به شدت رنج میده. ما شاهد تحمیل سبک واحد زندگی هستیم و همین مسئله باعث شده که نه تنها مجموعه سیاست‌های جامعه ما به گونه‌ای بوده که در طول این سال‌ها فرار مغزها و فرار سرمایه‌ها رو داشتیم، اخیراً متأسفانه شاهد فرار هنرمندان و ورزشکارانمون هستیم. دلایل زیادی داره ولی بخش‌های قابل توجهیش همین مسئله تنگ نظری‌های فرهنگی است که از اون طرف هم البته در مقابل صنعت توریسم کشور هم موانعی رو داره ایجاد میکنه و اجازه نمیده که آنچنان که باید و شاید کشور و مردم از این صنعت استفاده بکنن.
دو پدیدم جدیدن اتفاق افتاده، یکی در زمینه مواجهه با نارضایتی های مردمی در آبان ماه که بسیار خشن بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مسئولین باید تو این زمینه توضیح بدن و شفاف کنن مسائل رو، از جمله اینکه تعداد شهدا و جانباختگان اون حادثه هنوز رسما اعلام نشده و این نوع برخورد در 40 سال گذشته بی سابقه بود. و مسئله پنجم که به شدت شوک به جامعه ما وارد کرده، دروغ هواپیمایی بود. 3 روز به ملت ایران دروغ گفته شد رسما و مسئولین از راس تا پایین باید توضیح بدن که این دروغ رو چرا گفتن. در چنین شرایطی و بعد از حوادث آبان ما انتظار می رفت که به موازات افزایش ناامیدی ما شاهد برپایی یک انتخابات مشارکتی و پرشور باشیم تا مرهمی باشه بر زخم‌ها و راه رو باز بکنه برای اینکه ما به سمت حل مشکلات با مشارکت همگانی و یک نوع آشتی ملی حرکت کنیم. متاسفانه این مسئله اتفاق نیفتاد، عکسش اتفاق افتاد. یه نکته دیگه هم به این اضافه کنید، ضرورت یک انتخابات مشارکتی و گسترده، و اون این بود که کشور ما امروز با تحریم‌های بسیار سخت ترامپ مواجهه و او سعی داره میکنه که بگه من حامی ملت ایران هستم و در مقابل حکومت ایران ایستادم. بنابراین به میزانی که انتخابات سرد برگزار بشه و به میزانی که از رقابت‌ها کاسته بشه، بیشترین سود رو جنگ طلبای آمریکایی و اسرائیلی استفاده خواهند کرد. همینجا من عرض بکنم تو چنین شرایطی برای اولین بار سخنگوی شورای نگهبان در 40 سال گذشته اومده میگه ما مسئولیت پرشور کردن انتخابات رو نداریم. یعنی خودش متوجه است که عمل کرده که داشتن این انتخابات رو سرد کرده و بر ناامیدی مردم افسوده، منتها توجیه کرده که خب وظیفه ما این نیست. این علارغم این مسئله است که اتفاقا در سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر برای انتخابات، از جمله اصولی که به شور بر شورای نگهبان و بر مجریان تکلیف شده اینه که وظیفه شما اینه که کاری بکنید مشارکت حداکثری در این جامعه انجام بشه. آقایون دنبال نفوذ می‌گردن، نمی‌خواد برن ببینن که کی پول گرفته، صلاحیت تایید کرده. اون حتما باید رسیدگی بکنن، ولی نفوذ اساسی اینجاست که ملت رو داره آسیب پذیر میکنه و داره بهانه به دنیا میده که انتخابات در ایران انتخابات آزادی نیست، یه مسابقه یه اسب است که قرار یک جناح بیاد، از قبل تنظیم شده که کجا باید چه پست چه نامزدهایی رو بدون رقابت وارد مجلس بکنه و به این ترتیب ما هم دچار همون سرنوشتی بشیم که بعد از چند سال تو انقلاب مشروطه یک بار مردم باهاش مواجه شدن، چون انتخاب میراث انقلاب مشروطه است. بعدش فرمایشی شد و نمایشی شد و به تعبیر امروزی تشریفاتی شد و دقیق‌تر بخوایم بگیم انتصاباتی شد و نتیجه مردم دیگه شرکت نکردن به تدریج تا اینکه دوباره به انقلاب اسلامی مواجه شدیم. خب در چنین شرایطی در واقع ما داریم بحث میکنیم که کمتر از 20 روز دیگه انتخابات داره برگزار میشه و تو این انتخابات نه فقط اصلاح طلبان تقریبا به طور کامل حذف شدن، بلکه بسیاری از اصولگراهایی که تا به حال تایید میشدن حذف شدن و بسیاری از کسانی که از همکاران یا طرفداران آقای احمدی نژاد بودن، یعنی غیر از یه بخش کوچیکی همه حذف شدن و این رو نهاد این کارو کرد انجام داده که اون نهاد از ابتدا که من قانون اساسی آوردم تو قسمت دوم برای شما خواهم خون، وظیفش تضمین سلامت انتخابات بوده، نه اینکه بیاد انتخابات رو یک اسبه بکنه تبدیلش کنه به انتصابات
و هر کیو که کمترین انتقادی داره نسبت به مسائل جاری حذفش بکنه و راه رو باز کنه برای عده خاصی که اینها بیان مجلس رو بگیرن، که بعد توضیح خواهم داد در نوبت‌های بعدی که برنامه‌شون ادامه مجلس چی هست. سوال من از آقای محبی اینه، شما میگی من دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکرم، ما از بزرگان و ائمه آموختیم هیچ منکری بزرگتر از استبداد نیست. کجا گفتن اینو؟ اینو امام حسین گفتن، اینو آقای مطهری در کتاب درس‌های از نهضت امام حسین روایتشو بخونید. من میخونم، حالا اجازه بدید قراره که وسط صحبت هم صحبت نکنیم، ادب رو رعایت بکنید، احترام بذاریم به نوبت هم دیگه، شما در نوبت خودت سوال میکنی من جواب میدم به شما. بنابراین اگر استبداد، حالا شما قبول نداری استبداد منکره، من استبداد رو بزرگترین منکر میدونم، چرا شما یک کلمه اعتراض نمیکنید که آقا این چه انتخاباتی دارید گذار میکنید؟ خب اگر انتصابات باشه عده بیان اونا برن و بقیه رقبا حذف شن، خب چرا بخت ملت رو تلف میکنید؟ چرا این همه سرمایه گذاری میکنید؟ میلیاردها دلار خرج میکنید برای چی؟ و از اول مثل خیلی از نهادهای انتصابی به اونا هم حکم بدید، مثل مجمع تشخیص مصلحت، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثل بقیه نهادها، بگید آقا شما میاد نماینده مجلس چید برید توی پارلمان بشینید و به عنوان نماینده کار کنید. شما چه اعتراضی داشتید درباره تبدیل انتخابات به انتصابات؟ تا من در نوبت بعدی وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی بخونم و اون سوال شما بپردازم، امیدوارم که شما به سوال من جواب بدهید. خب عرض کنم که بنده شنیده بودم که آقای تاج‌زاده دنبال تریبون میگرده که حرفای خودش رو بزنه و در مورد انتخابات و شورای نگهبان نمیخواد صحبت بکنه، اینکه هواپیمای اوکراینی سقوط کرده، اینکه در واقع حاج قاسم شهید شده و اینها، اینا مباحثی نیستش که به این جلسه ای ما مربوط بشه. اینجا ما در مورد عملکرد در واقع قانونی شورای نگهبان میخوایم در واقع بحث بکنیم. ظاهرا هم کلید واژه این دوره آقای تاج‌زاده و دوستانشون مثلا کلید واژه تقلب اگر قبلا بوده، امروز کلید واژه انتصابات هست. البته خیلی عجیب نیست، به این دلیل که ما هر دفعه میبینیم که اصولگراها در قدرت بودن، حالا قرار یه اصلاح طلب بیاد سر کار، اون موقع آقای تاج‌زاده ممکنه در زندان هم بره رأی بده، ولی امروز که میبینه در واقع بعد از 7 سال هیچ اتفاقی برای معیشت مردم نیفتاده، به جای پاسخگویی واژه کلید واژه انتصابات رو انتخاب میکنه که در واقع مسئله رو گردن شورای نگهبان بندازه. حالا در مورد شورای نگهبان، چون ایشون در واقع به سوالات من پاسخ نداد، البته ایشون باید پاسخ بده، در کل انقلاب اسلامی فقط 8 سال ایشون در دولت نبوده و در کل انقلاب از روز اول آقای تاج‌زاده و دوستانشون در واقع حاکمیت دولت رو به عهده داشتن، در زمان آقای میرحسین، در زمان آقای هاشمی، در زمان آقای خاتمی، در زمان آقای روحانی، همه قدرت در دست آقای تاج‌زاده و دوستانشون بوده. امروز به عنوان کسی که باید پاسخگوی عمل کرده 40 سال گذشته خودشون در خصوص معیشت و مواردی مانند این باشن، رو کردن به نهادی مثل شورای نگهبان و همه تقصیرها رو دارن گردن شورای نگهبان میندازن. البته این دیگه خیلی نخنما شده، مردم هم اینو فهمیدن. اگر در انتخابات ها کاندیداهای در واقع جریان اصلاح طلب و جریانی که آقای تاج‌زاده ازشون حمایت میکنن اقبال مردمی داشتن، آقای عارف رو نمیکشیدن کنار، یه اصولگرای راستی تندرو که اول انقلاب مدعی بود باید ارتشیا رو جلوی نماز جمعه اعدام بکنیم، برن از اون حمایت بکنن. خب همین نشون میده پایگاه اجتماعی برای اون جریان وجود نداره که کاندیدای خودشون رو با زور میکشن بیرون، با تشر دیگران میکشن کنار که یک راستی در واقع رأی بیاره، راستی که میخوان سبد رأیشون رو یکی بکنن. این اتفاق در سال 84 هم افتاد و الان هیچ نقش و نگاری از آقای معین نمیبینین. آقای معین که در مناظرات انتخاباتی شما کاملا مشاهده کردین که در واقع تندترین حرفا رو زد، آزادی بیان وجود داشت، همه حرفاشو زد ولی رأی نیاورد. در انتخابات شورا همین رو دیدید و دیدیم که امروز لیست امید در تهران رأی آورده، دیدیم که نتونست در واقع ریاست مجلس رو بگیره، با این حال حرفای اصلاح طلبانشون رو زد، اما وقتی میخوان
به یک عضو شورای نگهبان رأی بدن که بره در شورای نگهبان، خود لیست امید رأی میده به محمد دهقان، یک اصولگرای انقلابی دو آتیشه، که اون بره تو شورای نگهبان. شما خودتون شورای نگهبان رو تشکیل میدی. اگر قبول ندارید خب بهشون رأی ندید. چرا محمد دهقان توسط لیست امید حمایت میشه؟ چرا از 250 نفری که توی مجلس اون روز حضور دارن 240 نفر رأی میارن؟ به خاطر اینکه اصولگرا، اصلاح طلب و اصولگرا با هم به محمد دهقان رأی دادن. اون شورای نگهبان همون شورای نگهبانی که شما بهش رأی دادید. 3.5 سال پیش 3 نفر دیگه از اعضا در واقع اونجا حضور پیدا کردن، به اونام در واقع اصلاح طلبا رأی دادن و با رأی بالای رأی آوردن. خب این نشون میده که این فرار به جلویی که آقای تاج‌زاده الان داره انجام میده یک چیزی نیستش که مردم ازش قبول بکنن. در مورد اصول باید صحبت کرد. آقای تاج‌زاده فردی بوده که اول انقلاب در واقع حزب‌اللهی دو آتیشه بوده، روی کارت عروسیش عکس امام بوده، اون موقع آقای صافی دبیر شورای نگهبان بوده. چرا آقای صافی وقتی نامه زد به وزارت کشور و گفتش که فلانی صلاحیت نداره، انتخاباتش باطل، همون اولم صلاحیت نداشت، اون موقع هیچ اعتراضی نبود؟ چرا اون موقع آقای تاج‌زاده دیگران رو به راحتی در واقع منتسب میکرد به ضد ولایت فقیه بودن؟ این نمیشه یک بام و دو هوا. هر وقت قدرت در دست ما بود، هر وقت ما اون فردی که ما میخواستیم رهبر بود، من حزب‌اللهی دو آتیشم، اگر اون کسی که من میخواستم رهبر نبود، من جلوی نظام وای میستم. در مورد انتخابات هم همینطوره. شما ممکنه در یک انتخابات توی زندان باشید، توی زندان برید رأی بدید. همون افراد الان تایید صلاحیت شدن. مگر لیست امید فرقی کرده؟ تعداد افرادی که برای اصلاح طلبان امروز برای انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدن از مجلس گذشته بیشتر بود. چرا در مجلس گذشته بهشون رأی داده؟ الان 130 نفر اصلاح طلب تایید صلاحیت شدن، لیستشون هم داره بسته میشه، لیستم دارن تو انتخابات، سر لیستشون هم مشخص شده، اینا هم میخوان تو مشارکت بکنن در انتخابات. لذا این کشمکش یک کشمکش سیاسیه. البته من اومدم اینجا در مورد مباحث علمی صحبت بکنم. بنده یک شخصیت علمی ام، جایگاهم جایگاه کارشناسی قانونگذاری بوده، 15 سال در یک مرکز مهم قانونگذاری کار کردم. آقای تاج‌زاده و تیمشون وقتی که توی مجلس بودن در مجلس ششم این همه شعار حقوق بشر داده شد، فقط یک قانون حقوق شهروندی یه پاراگرافی تصویب شد بدون ضمانت اجرا. یه دونه ماده 571 قانون مجازات اسلامی اصلاح شد، براش دادگاه در نظر گرفته نشد. یعنی وقتی اختیار دست شما بوده این کارهایی که باید انجام میدادید رو انجام ندادید. این نکته اول. نکته دومی که من به اون سوال پاسخ بدم، قانون اساسی ما در سال 1357 توسط یک سری از حقوقدان‌ها که هم فکر آقای تاج‌زاده هم بودن نوشته شده. این قانون اساسی ترجمه است از قانون اساسی فرانسه. بسیاری از اصول ترجمه صرفه. اینطور نیستش که قانون اساسی ما از اول نوشته شده باشیم. فقط چند در واقع نهاد به این قانون اساسی اضافه شده و در سال 68 هم تغییراتی که کرده تغییرات جزئی بوده. یکی از مهمترین نهادهایی که در قانون اساسی ما وجود داره نهاد شورای نگهبانه، کانستیتوشنال کانسل. کانستیتوشنال کانسل در اصل 56 قانون اساسی فرانسه ذکر شده و اولین بار یعنی از اونجا اتخاذ شده. تنها تفاوت قانون اساسی شورای نگهبانه در واقع قانون اساسی در فرانسه این هستش که اونجا نهاد شهر وجود نداره. نظارت بر قوانین بر اساس در واقع قانون اساسی فقط انجام میشه. تفاوت‌های مختصر دیگه میان در واقع شورای نگهبان ما و شورای نگهبان اونها وجود داره. ولی اون چیزی که مهمه اونجا هم قانون اساسی یک قانون شورای نگهبان یک شورای نگهبان انتصابیه. این که آقای تاج‌زاده توییت میکنن که در واقع 6 نفر فقیه رهبر منصوب کرده، 6 تا حقوقدان شورای نگهبان هم توسط در واقع رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر در واقع منصوب شدن اونجا، اولا 6 تا حقوقدان از مجلس رأی آوردن در فرانسه، از مجلس هم رأی نمیارن، رئیس مجلس سنا 3 نفر میذاره، رئیس مجلس نمایندگان 3 نفر میذاره، رئیس جمهور 3 نفر میذاره، میشن 9 نفر و رؤسای جمهور گذشته اگر زنده باشن به اون جمع اضافه میشن. یعنی اینطور نیستش که شما فکر بکنید شورای نگهبان جای دیگه کاملا توسط مردم انتخاب میشن. کجای دنیا توسط مردم انتخاب میشن؟ اصلا اینطور نیست.
ثانیاً به این اعضای 6 نفر حقوقدان کی رای دادن؟ اعضای شما رای دادن. شما اگر مخالفین به دوستانتون بگین چرا لیست امید همشون به محمد دهخان رای دادن؟ چرا به آقای کت خدایی رای دادن؟ آقای کت خدایی 205 تا رای آورد و لیست امید کار کرد. آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید با آقای کت خدایی رای داده. چرا رای میده؟ خب رای نده. این 6 نفر اعضای اون هستن. در اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مستقلن. این که شما میگید که رهبری منصوب میکنه طبق فرمایشات رهبری عمل میکنن اینطور نیست، مگر ما در اصل 4 قانون اساسی نمیبینیم که گفته این مواردی که من اینجا نام بردم مقام تشخیصش خود فقهای شورای نگهبان هستن. پس اینطور نیست که ما یک جنگ رسانه‌ای را بندازیم از واژه انتصابات و اینا استفاده بکنیم و بگیم که انتخابات تبدیل به انتصابات شده. نه خیر، هر وقت شما رأی دارین از واژه انتخابات استفاده میکنین، هر وقت شما رأی دارین میگین که مردم بیان پای صندوق رأی، از صندوق رأی قهر نکنن، هر وقت شما رأی دارین توی زندان هم باشین میرین رأی میدین، وقتی که به نظر سنجی ها رجوع میکنین میبینین که آقای روحانی رئیس جمهور منتخب شما، رئیس جمهوری که کاندیدای اصلیتون رو کشیدید بیرون از اون حمایت کردید که رأی بیاره، محبوبیتش به 10% رسیده، وقتی که می‌بینین که لیستتون رأی نمیاره در انتخابات، اون موقع یه دفعه انتخابات تبدیل به انتصابات میشه. این جنگ روانی همه میفهمن، همه متوجه میشن که بالاخره میان مجلس 11 مجلس 12 مجلس 10 هیچ تفاوت معنایی آنچنانی وجود نداره. همین رد صلاحیت ها بر اساس قانون توی مجلس قبلی هم بوده. شما هم توی لیست امید رأی آوردید، آدماتون اونجا اومدن، ائتلاف هم کردید با اعتدال گراها، کل لیستتون رفتن مجلس. مگه اتفاق ویژه‌ای افتاده؟ کدام یکی از افراد ویژه‌ای که در لیست شما بودن امروز چیز ندارن، امروز رد صلاحیت شدن؟ عمده اونا تایید صلاحیت شدن، برخیشون به دلیل در واقع مشکلات اقتصادی که داشتن رد صلاحیت شدن، که خب طبیعیه. نکته مهمی که وجود داره این هستش که شورای نگهبان بجز انتخابات ریاست جمهوری که در اصل 110 قانون اساسی موظف ورود به شرایط انتخاب کنندگان بکنه و بگه که کی این شرایط رو داره یا نداره، بجز قسم نمایندگی که در قانون اساسی آمده که نماینده باید به اونا قسم بخوره و طبعا باید به اونها ایمان داشته باشه که قسم بخوره، مثل قانون اساسی فرانسه گفته شرایط انتخاب شوندگان رو قانون تعیین میکنه. این شرایط انتخاب شوندگانی که در قانون انتخابات مجلس آمده، یعنی در ماده 28 و 29، این رو کی نوشته، کی تصویب کرده؟ این رو یک بار آقای هاشمی نوشته، آقای میرحسین نوشته، آقای هاشمی تصویب کرده، یعنی اول انقلاب، یعنی در دولت‌های اول انقلاب. دومی رو کی نوشته؟ اصلاحاتش توسط کی انجام شده؟ توسط دولت آقای هاشمی نوشته شده، دولت آقای خاتمی نوشته شده، توسط دولت آقای ناطق تصویب شده. این که نوشته شده التزام به اسلام، این رو کی نوشته؟ دولت احمدی نژاد نوشته. دولت احمدی نژاد 8 سال در واقع حضور داشته، در مورد قانون انتخابات مجلس هیچی ننوشته. مجلس هفتم دست در واقع آقای حداد بوده، در خصوص انتخابات مجلس قانون جدیدی تصویب نکرده، همون چیزایی که قبلا بوده تصویب کرده. شما امروز باید پاسخ بدید که چرا اینا رو توی ماده 28 قانون انتخابات مجلس نوشتید. التزام به عملی به اسلام داره با این رد میکنه، التزام عملی به قانون اساسی داره به این رد میکنه، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه داره به خاطر این رد میکنه. نکته مهم، شما خودتون معاون سیاسی رئیس وزیر کشور نبودید، چرا رد میکردید؟ خب به استناد همین مواد رد میکردید. مگه شما که تو وزارت کشور آدم‌ها رو رد می‌کردید، اون بعد به شما نظارت می‌کرده، مگه از جای غیر از در واقع قانون انتخابات بوده که نظر می‌دادید؟ نه خیر، شما هم بر اساس مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که طیف خودتون تصویب کرده بوده، طیف خودتون به مجلس پیشنهاد کرده بوده، همینا رو افراد رو بر اساس اون بررسی می‌کردید، به شورای نگهبان می‌دادید، می‌گفتید که اینا رو ما بررسی کردیم، شورای نگهبان هم بر شما نظارت می‌کرده، همون شورای نگهبانی که همه جای دنیا نظارت می‌کنه. لذا آقای تاج‌زاده، من از شما درخواست میکنم اولا توی موضوع صحبت بکنیم. ما موضوعمون شورای نگهبانه، عملکرد شورای نگهبان. عملکرد شورای نگهبان هم در این 30 سال، در این 40 سال گذشته کاملا مشخصه. شما هم در واقع اونجا
منصب داشتید باهاشون کار کردید، مشخصه که شورای نگهبان وقتی که یک استا آقای تابش چرا هر دفعه تایید میشه؟ تابش مشکل اقتصادی نداره، هر دفعه داره تایید میشه. چرا هیچ به آقای تابش هیچ وقت گیر نمیدن؟ آقای تابش مگه حرفای اصلاح طلبانه نمیزنه؟ آقای مجید انصاری مگر از FATF مگه حمایت نمیکنه؟ مگه اون شخصی که از اصلاح طلبان که نزدیک آقای خاتمیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای FATF مصاحبه نمیکنه؟ مگه لابی نمیکنه در مجمع تشخیص برای اینکه FATF رای بیاره؟ اینطور نیست. او همون مجمع تشخیص در مورد لوایحی که دولت شما اصرار میکرد تصویب بشه، اول به نفعش بود، بعد استدلالات کارشناسان رو شنیدن، نظر عمده و اکثریت به این سمت برگشت. لذا من ازتون خواهش میکنم توی موضوع این موارد رو به من توضیح بدید. شورای نگهبان ما از منظر مفهومی چه تفاوتی با شورای نگهبان اونا داره؟ چرا شور ما از اونا گرفتیم؟ چرا اینجا شما بهش میگین انتصابات، اونجا بهش نمیگین انتصابات؟ در حالی که شرایط انتخاب شوندگان در قانون ما و در قانون فرانسه، در قانون انتخابات ما و در قانون انتخابات فرانسه و همچنین در قانون اساسی ما و در قانون اساسی فرانسه به یک نحوه، بله اینجا التزام به اسلام وجود داره. اصل دوم قانون اساسی فرانسه تأکید کرده که اینجا نظام سکولار و غیر مذهبیه و اصل بعدی گفته که رئیس جمهور ضامن سکولاریسم و غیر مذهبی بودن نظامه و اونجا این ضمانت به رئیس جمهور داده شده. ضمانت اینجا در اسلامی بودن به شورای نگهبان داده شده. اصل چهار قانون اساسی که گفته همه چی باید اسلامی باشه، گفته ضامن شورای نگهبانه. اونجا گفته همه چیز باید غیر مذهبی باشه، گفته ضامنش رئیس جمهوره. چطور ما وقتی که میخواییم به سکولاریسم و به غیر مذهبی بودن پایبند باشیم، نظر رئیس جمهور فرانسه رو بهش اونجا احترام میذاریم، اطاعت میکنیم؟ 6 فقیه شورای نگهبان اینجا نظرشون مطاع نیست؟ لذا به نظر من شما برگردید به مواضع دهه 60تون. شما مسئول روزنامه بودید اون موقع، ملتون مسئول بولتن و اینها بودید، اونجا به اون موقع به دیگران برچسب ضد ولایت فقیه میزدید، میگفتید که چرا عکس امام رو روی نشریه نمیزنی تو ضد ولایت فقیه، اینا شما یادتون میاد. شما جز تندروها بودید اون موقعی که همین رهبر فعلی میگفتش که این تندروی ها به نفع نظام نیست، به شما رو میکرد، میگفت که شما تندروی میکنید. قدرت که از دستتون در میاد اون موقع رو میکنید به او و اپوزیسیون میشید. این منطق، منطق اصلاح طلبی نیست. اون رفرمیسمی که ما در دنیا میشناسیم یک رفرمیسم منطقیه. این که من میگم که در جمهوری اسلامی ایران اصلاح طلبی علیله، علتش اینه که از رفرمیست های دنیا استفاده نمیکنه، از افکار اونا استفاده نمیکنه که کشورشون رو چجوری میخوان در واقع اصلاح بکنن. یادآور اون آیه قرآن میشه که میفرماید که اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگین اصلاح در زمین فساد نکنین، میگن ما مصلحیم، میخوایم اصلاح بکنیم. شما اونجوری نباشید. من و شما الان اینجا نشستیم، من از شما در مورد شورای نگهبان سوال میکنم، شما در مورد هواپیمای اوکراینی صحبت میکنید، از انتصابات صحبت میکنید. بیایید به مفاهیم برگردید. شما مدعی این هستید که علوم انسانی خوندید، شما مدعی این هستید که اندیشه سیاسی خوندید، شما مدعی این هستید که قانون اساسی آوردید، الان در قانون اساسی میخواهید به من، در واقع از قانون اساسی به من پاسخ بدید. قانون اساسی، اصل 98، اصل 94، اصل 91، اصل 4، اصل 110، اینها قانون اساسی کشور ماست. اصل 56 قانون اساسی ولایت رو به عهده فردی داده که مردم به طور غیر مستقیم در واقع انتخابش کردن. به این مفاهیم بازگردیم، روی این مفاهیم در مورد در واقع در موردشون صحبت بکنیم. بفرمایید. ممنون. من هم مثل شما سعی می‌کنم دقیقاً در موضوع صحبت بکنم. عرض به حضور شما. ببینید دوستان، اولا جواب سوال ندادید که شما استبداد و منکر میدونید یا نمیدونید. ببخشید بگم، اجازه بدید بگم. نه نوبتت بگید، نوبت بعدی. شما بس جواب ندادید. شما سوالای من جواب ندادین دیگه. شما تو گفتی دیگه قراره که اینم برای رعایت کنیم یا نه، یا شما این داستان بازجویی، شما هر وقت بخوای صحبت کنی من حق نداشتم صحبت کنم. نه من رفیق شما، هر وقت دوست داشتی صحبت کن. شما وقت رو رعایت بکن، رفاقتمون سر جاش. هیچ قرار نیست شما هم وقت رو رعایت بکن. مردم با یه همچین منطقی مواجه هستیم دیگه. ایشون صحبت کرد، من یک کلام وسط صحبتش نکردم، باز به من میگه رعایت کن. ولی خواهش می‌کنم شما رعایت کن.
ببینید، برای اینکه جامعه ما بدونه که ما با کیا طرفیم، چون با خودشون هی صحبت کردن متوجه نیستن که چقدر توی 10 دقیقه یا نمیدونم چند دقیقه صحبت میکنن متناقض حرف میزنن. بزرگترین استدلال ایشون این بود که مردم ما رو شناختن، استدلالامون نخنما شده، رأیمون زیر 10% رسیده، جامعه هم دیگه نمیخواد به ما رأی بده. بسیار، همه اینا رو میپذیریم. سوال، اگه جریان سیاسی بی اعتبار شده باشه، رقیبش عقل سلیم بهش حکم میکنه که اینو تاییدش کنه توسط مردم بی اعتبار بشه، یا رد صلاحیتش میکنه که تو انتخابات نتونه شرکت کنه؟ خب اگه ما اعتباری نداریم، خب بذارین ما بیایم تو انتخابات مردم رأی نمیدن، بی اعتبار میشیم دیگه. ولی آخه عکسش میکنید، چون هنوزم ته ذهنتون اینه که به محض اینکه ما بیایم میگید شما مهره مار دارید، یه جوری صحبت میکنید باز اکثریت مردم طرف شما میشن، به شما رأی میدن. این تناقض اول. دوم، میفرمایید که چرا به شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه کسی اعتراض نمیکنه؟ برای اینکه من و شما که اینجا الان نشستیم یک بار هم نشدیدیم که قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه، احزاب مخالف خودش رو رد صلاحیت بکنه. اصلا پدیده به نام رد صلاحیت اونجا شما باش مواجه نیستید. همه احزاب هستن، همه شرکت میکنن، مردم هر کیو خواستن رأی میدن. اینجا فقهای تعیین شدن همه از یک جناح و بعضیاشون هم از تندروترین فقها، یعنی شما تو کل حوزه علمیه قم بگردید تصور نمی‌کنم تندروتر از آیت الله جنتی در پیر یا جوان پیدا بکنید، و اینو گوشید داور مسابقه. خب معلوم شما الان استقلال پرسپولیس با هم مسابقه داشته باشن، داور بزه طرفدار یکشون، ببینید از بازی چی در میاد، به هم میخوره بازی. اونجا چرا رد صلاحیت اصلا مطرح نمیشه؟ که دخالت نمیکنن. اینجا دخالت. سه، میگید فقها منسوب بودن ولی حقوقدانان غیر منسوبن، خب به اینها رأی بدید. مجلس ششم رئیس قوه قضاییه چند تا حقوق معرفی کرد، مجلسی ها رأی ندادن، رهبری دستور داد، رفت شورای مجمع تشخیص تصویب کردن که هر تعداد که رأی آوردن اینها به ترتیبی که رأی آوردن اینها میشن عضو شورای نگهبان. فکر میکنم با 20 تا رأی عضو شورای نگهبان شد. اصلا وحشتناک بود، فاجعه بود. چرا؟ چون قرار همه فقها و همه حقوقدان از یک جناح باشن، یک باندی باشن که کسی اصلا توشون نباشه ببینه چه خبره، که کیو رد میکنن کیو تایید میکنن. بله زمان بنیانگذار نظام هم دور اول هم شورای نگهبان منصوب بود، اولا در فقهاش رهبری دخالت نمیکرد، ثانیا در حقوقداناش، معذرت میخوام، ثانیاً فقهاش هم جناهای مختلف میذاشت. خود شما فرم بودید که آقا اون وقت که بود دبیرش آیت الله صافی بود که با ما ها مخالف، یعنی دولت دست مهندس موسوی بود ولی دبیر شورای نگهبان کسی بود که از یه جناح دیگه بود. توش بزرگان مختلف بودن، کسی نمیتونست اونجا چیز بکنه. باز به همین دلیل دهه اول ما اصلا ما مشکل رد صلاحیت مواجه نبودیم. این پدیده مال از سال 70 بعد از درگذشت بنیانگذار نظامه و از زمانیه که بحث نظارت استصوابی مطرح شد که حالا اون رو من توضیح خواهم داد. بنابراین این هم اشتباه میگید. چهارم، میفرمایید که این دفعه بیشتر از دفعه قبل شما تایید صلاحیت شدید. همین الان شما فرمودید سر و سی و خورده ای تایید شدید. آقا این اسامی رو منتشر کنید، بذارید جامعه چیز باشه، جامعه بفهمه که اصلاح طلبان نامزدای شاخص 130 تا الان داره ولی تو انتخابات نمیخوان شرکت کنن. ولی یه سوال آقای جلیلی، کورس آقای محبی، معذرت آقای جلیلی، معذرت میخوام، قصد جسارت نداشتم. آقای محبی، ما چند تا کرسی داریم تو مجلس؟ 290 تا. فرض کنیم 130 تا اصلاح طلب هم تایید شده که دروغه، حالا 130 تاشون هم رأی بیارن میشن اقلیت، یعنی اگه 100 در سراسر ایران چند تا داریم؟ هر تعدادی که هستش خواهشمون اینه اسامی اینا رو فردا منتشر کنید، ما رو افشا کنید،
چون الان استانهای ما یکی پس از دیگری دارن میگن ما اینجا نامزد نداریم و لذا نمیتونیم فهرست معرفی بکنیم. احزابمون هم دارن یکی پس از دیگری فهرست میدن که تمام اعضای ما رو در سراسر ایران رد صلاحیت کردن. تمام استاندارا هم غیر از یه موردش استاندار دوره آقای خاتمی رو رد صلاحیت کردن. منتشرش کنید آبرو ما بره، کاری نداره. شما بیا از اصل رقابتی بودن انتخابات دفاع کن، بگو انتخابات رقابتیه، بگو تبدیل انتخابات به انتصابات فاجعه است، برخلاف جمهوریتی، برخلاف قسمیه که همه مقامات تو جمهوری اسلامی میخونن که باید در عمل پایبند باشن. اعتقادشون هم مهم نیست که خیلی از این اعضای شورای نگهبان اصلا به جمهوریت اعتقاد ندارن، اما در عمل باید این رو رعایت بکنن که این اتفاق در واقع بیفته. اونم نیست. به همین جهت هم برخلاف تصور شما بسیاری از احزاب اصلاح طلب در این دوره لیست نمیدن. پنجم فرمودید که من در طول جمهوری اسلامی ما مناسب داشتیم و بنابراین مسئول این کار هستیم. بنده در دو تا دولت سمت داشتم، در دولت مهندس موسوی معاون وزیر ارشاد بودم و در دولت آقای خاتمی معاون وزیر کشور. همیشه گفتم با افتخارم میگم دو تا دولت پاک دست بودن، دو تا دولت خدمتگزار بودن، دو تا دولتی بودن که رضایت این ملت رو تونسته بودن جلب بکنن. الان هم مفتخریم بشون. در سه دولت هم نبودیم، هیچ وقت در دولت آقای هاشمی، در دولت آقای روحانی و در دولت آقای احمدی نژاد هم نبودیم. البته در کشور ما متاسفانه وضعیت به گونه ای که 70% اختیارات به تنهایی در اختیار رهبره و سیاست های کلان و حتی گاهی ریز ایشون تعیین میکنه. دولت ها تو خیلی از زمین، دولت ها که چه عرض کنم الان یواشاش مجلسش هم کاره ای نیست. یعنی همون مجلس اصولگرای نهم که میخواست به برجام بپردازه با یه پیام به رهبری در دقیقه رأی دادن تمام شد رفت. این مجلس خواست به مسئله بنزین بپردازه با یه پیام رهبر و من گفت آقا شما حق دخالت تو بنزین ندارید. بنابراین دو تا دولت داشتیم، کاملا بهش افتخار میکنیم در اون دولت ها و کارنامه شون رو، علارغم اینکه ضعف ها و نقایصی داشتن که هیچ دولت هیچ فردی نیست که نداشته باشه چه برسه به یک مجموعه ای، اما کارشون قابل دفاع بوده و قابل قبول بوده. اما در مورد شورای نگهبان من دو سه تا نکته بگم خدمت مردم عزیزمون. ببینید توی شورای نگهبان در اصل 91 که مطرح شده این وظیفه شورای نگهبان بوده: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود. وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی قوانین مجلس و تطابق دادنش با اسلام و قانون اساسی. تا نه اصل هم همین تکرار میشه، توضیح میده که مکانیزم این چجوریه. آخر شورای نگهبان یه اصلی داره، اصل 99، که میگه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه با آرای عمومی و همه پرسی را شورای نگهبان به عهده دارد. چرا تو اون وظیفه اصلش قید نشده؟ برای اینکه از اول قرار نبود شورای نگهبان این کارو بکنه. شورای نگهبان تشکیل شد برای همین کاری که نسبت به مصوبات مجلس اعلام نظر میکنه. و اتفاقا تو اون زمینا ما خیلی دعوایی در واقع با شورای نگهبان نداریم. همه دعوا، یعنی عمده دعوا، بیش از 90% برمیگرده به مسئله انتخابات، نه به اون مسئله که وظیفه اصلی شورای نگهبانه. چرا اینجا دادن به شورای نگهبان؟ علتش این بود اول انقلاب بود، کسانی که خبرگان قانون اساسی بودن به شدت نگران بازگشت استبداد بودن و نگران سوء استفاده دولت ها از موقعیت خودشون برای انتخابات بودن. گفتن یه جایی بدیم نظارت بکنه برای انتخابات که اگر دولت اومد مخالفین خودش رو حذف کرد، اونا برن شکایت بکنن، اون مرجع برگردونه جلو استبداد گرفته بشه. یعنی مرجع رسیدگی در واقع به شکایاتی بود که جلوی فرمایشی شدن انتخابات گرفته بشه. دلایل من چیه برای این کار؟ شما ببینید دوستان،
تو این داستان برای اینکه بفهمیم اصلا شورای نگهبان یک وظیفه ذاتی بر انتخابات نداره، طبق همین قانون اساسی خودمونا، حالا ایشون میگه از کپی شده فرانسه است، نه این از فرانسه نیست، اون قانون اساسی مشروطه بود که از فرانسه گرفتن، اینو خیلی از اصولش مال ابداعات خود مجتهدین بود، اما اصلا اونش مهم نیست. طبق این قانون اساسی از هر کجا که گرفتن، 80 تا فقیه بزرگی که اول انقلاب نشستن اینو تدوینش کردن و بنیانگذار نظام هم گفتش که من هیچ انحرافی درش نمیبینم و تاییدش کرد. تو این قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها رو به شورای نگهبان ندادن، دادن به مجلس. معنیش پس اینه که آقا اینجوری نیست که ای شورای نگهبان نباشه انتخابات یه چیزیش کمه، چون اگه بود من گفتم حتما شورای شهرم باید شورا و شورای روستارم باید نظارت بر شورای نگهبان باشه. دوم، طبق همین قانون اساسی تنها جایی که اعلام شده که صلاحیتش باید به تایید در واقع شورای نگهبان برسه، صلاحیت کاندیداهاش، فقط و فقط ریاست جمهوریه. یعنی ما در شوراها نداریم، در مجلس میگه کیفیت انتخابات طبق اصل 62 قانون اساسی میگه به عهده خود مجلس قوانینش رو تصویب کنه، میتونه هر جور تصویب بکنه. برای مجلس خبرگان هم میگه باز طبق اصل 108 میگه کیفیتش باز به خود مجلس خبرگان، اصلا به شورای نگهبان نیستش. این هم قانون اساسی ما. یعنی تنها جایی که قانون اساسی میگه شورای نگهبان تکلیف رسیدگی به صلاحیت ها رو داره انتخابات ریاست جمهوریه. بنابراین از نظر کسانی که این قانون اساسی رو تدوین کردن، انتخابات و نظارت بر انتخابات یه مسئله است، رسیدگی به صلاحیت یه مسئله دیگه است. به همین جهت در ریاست جمهوری ذکر کرده، در اون دوتا مجلس دیگه داده به خود مجلس، قانون رو عادی رو به مجلس شورا داده، برای خبرگان رهبری رو به مجلس خبرگان رهبری. این هم خود قانون اساس. بعدها البته شورای نگهبان با تفسیر نظارت استثبابی که باز خواهم کرد که چه بلایی سر این کشور آورد، اومد هر کیه که مخالف بود شروع کرد حذف کردن. ببینید همین الان تو میگن فهرست امید هست، خب به اینها چرا شما نمیاد اینا رو معرفی کنید؟ ما توی فراکسیون امید چند نفر داشتیم که غیر از فعالیت‌های جانبی مجلس که همه می‌کردن، فعالیت‌هایی که تو کمیسیون‌ها بودن و توی صحنه علنی بودن و غیره، چند نفر بودن که با صدای رسا از حقوق مردم دفاع می‌کردن. یکشون خانم سلحشوری بود، خودش نیامد. یکی آقای علی مطهری بود، فرزند شهید مطهری و نایب رئیس مجلس و به تصریح خودشون هم آدم پاک دست. حالا من نشتمش که اونشون بگن علی مطهری دزدی کرده، ایزی کرده، خیانت کرده، رد صلاحیتش کرده. چرا؟ صداش کرده آقای شورای نگهبان که تو چرا در مورد نه دی اون جملاتی رو به کار نمیبری که رهبر به کار میبره؟ یعنی اگه این رهبر حرف نزنی رد صلاحیت. یکی آقای محمود صادقی بود، تا حالا نشدم بهش بگن دوزه. اگه بود که به خاطر مسائل سیاسی احضارش نمی‌کردن که به خاطر دوزی می‌گرفتنش. رد صلاحیتش کرد. چرا؟ چون از حقوق ملت دفاع می‌کنه. یکیش آقای غلامرضا حیدری بود، خواستنش، گفتن رسما گفتن به خاطر نطقت. نه مشکل اقتصادی داره، نه بیدینی داره، نه عرض به حضور شما سوابقش هم روشنه، بچه‌های سپاه بودن، بچه‌های جبهه بودن، بچه‌های انقلاب بودن. یکم آقای میرزایی که اومد تهران از دماوند، که اونم از نمایندگان مدافع حقوق شهروندی بوده، هرچی نماینده شاخص رد کردن. یعنی کسایی که حرف میزدن و اعتراض میکردن به خودشون هم گفتن آقا مشکلت نطقه. بعد میگیم آقا این چه انتخاباتیه؟ آخه انتخابات اگه میخواید بذارید و اگر قرار پرشور باشه، که یک کلام الان آقای محبی نمیگه که آقا این پرشور بودن، اگه انتخابات بخواد پرشور بشه مگه جز با یه رقابت پرشور ممکنه؟ وقتی شما را همه را حذف میکنید که معلوم این انتخابات میشه انتخابات سرد و معلوم آبروی کشور میره، اصلا اعتراضی نداره. بعد میگه 130 تا شما لیست دادید، خب همین چند تا رو تصمیم کردید؟ اون خانم سعیدی، خانم سیو، یعنی هر کسی که جنمی داشته برای اینکه در مقابل این بیسته که بگه آقا
نهادهای انتصابی باید پاسخگو باشن، سپاه باید برگرده پادگان، نباید انقدر تو سیاست و دخالت و انتخابات و فرهنگ و غیره مداخله بکنه و کشور رو به روز سیاه بشونه. صدا و سیما باید ملی باشه، نباید در اختیار یک اقلیت 15% باشه. آزادی بیان باید باشه، باید داستان آبان ما شفاف بشه، به معلوم بشه چه اتفاقی افتاد. هر کدوم اینا حرف زدن گذاشتنشون کنار، پرشون میشینه میاد میگه که شماها چون مردم بهتون رأی نمیدن سر صدا دارید میکنید. خب حداقل اینا رو تایید میکردید، میگفتید آقا در حد 94 شماها رو تایید کردیم، همینا که شورای نگهبان خود شما تایید کردن. بعد حالا اگه نمیدید میگفتید آقا دارید بهانه میگیرید. این نه تنها در تهران، در سراسر ایران همینجوری هر چه آدم شاخصه حذف کردن. فکر میکنن این مردم چشم و گوش ندارن. خب اسامی رو مردم میدونن، تک تک استان ها میدونن. در کار خراب اینا این بس. ببینید شورای هیئت نظارت رئیسش آقای جنتیه، دو هفته پیش یه تعدادی رد کردن، تو همین دو هفته بعد خودش اومد تو شورای نگهبان، چون دیدن خیلی سرد شده، آبروریزی شده، 2000 نفر از غیر سیاسی ها رو 99% اضافه کردن که مثلا تو این رقابت های محلی انتخابات پرشور بشه. خب سوال، آخه این 2000 نفر هفته قبل چی بودن که رد شدن؟ یا تو هفته تایید شد روز چند نفر شما تونستید شناسایی کنید که تایید بشه؟ غیر از اینه که جایی نشسته براتون تنظیم کرده که اونجا هم به نظرم اطلاعات سپاهه، اینا رو تایید کنید، اینا رو رد بکنید. اینم که خودشون میگن مهندسی انتخابات، من نمیگم، آقای مشفق میگه، آقای سردار مشفق قائم مقام قرارگاه سار الله گفت آقا ما تو مجلس هشتم سخنرانیشه، ما 180 تا کرسی برای شما گذاشتیم رقابت کنید، یعنی 110 تا رو سهم امام گذاشتن کنار، که اگه 180 تا ما 3/4 هم مردم ما رأی میدادن باز میشدیم اقلیت، یعنی اکثریت جامعه میشه اقلیت. بنابراین منکر بزرگ اینه که اقلیتی بر اکثریت حکم بکنه، حکمرانی بکنه. این جمله شهید مطهری میگه امر معروف کار امام حسینه، از بیخوبون به تمام معروفهای اسلام نظر داشت و فهرست میداد و نیز به تمام منکرهای جهان اسلام و میگفت اولین و بزرگترین منکر جهان اسلام خود یزیده. تماسه حسینی 494 اگر صفحش رو اشتباه نکرده باشه، کپیش رو باید گرفت. بنابراین من که عرض میکنم اینه، شما جامعه ما رو امروز برید توش ببینید، ببینید چند درصد این جامعه الان از این وضع راضیه، چند درصد این جامعه میگه آقا بذارید ما خودمون نماینده خودمون انتخاب کنیم. آخه این ننگ رو ما کجا ببریم؟ این آمریکایی که هر روش میگیم مرگ بر آمریکا، تو اونجا خانم محجبه مسلمان میتونه بشه عضو پارلمان، حتی فلسطینی که فضا به نفع اسرائیل تو افکار، حتی افکار عمومی اونجا، نه فقط دولتش. و اینجا آقای باهنر میگه، من نمیگم، میگه جوونی که از 13 سالگی رفته جبهه 8 سال اسیر بوده، 50% جانبازه به عنوان عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی ردش میکنه. آخه این دردمو کجا ببریم؟ به کی بگیم؟ چه منکری بالاتر از این؟ چرا ساکتید؟ هی فوش به روحانی اینجوری کرده، اون یکی اونجوری کرده، من نمیدونم اول انقلاب اونجوری کردم. ما سوابقمون کاملا روشنه. به همین جهت هم که احترام میذاریم به شعور ملی، در طول این 20 سال گذشته که اومدیم گفتیم اصلاح طلبیم، الان هم میگیم اصلاح طلبیم، خجالت هم نمیکشیم. بله ضعف و قوتایی هم داشتیم، کارامون هم خیلی روشن و شفاف هم هستیم. اگر هم رفتیم زندان به خاطر دفاع از حقوق ملت بوده، به خاطر این نبوده که جایی خدایی نکرده به اموال عمومی دست درازی کردیم. اما نمیشه که یه نفر بیاد بشینه از کجا اومده نمیدونیم، چیه، چند سالشه، چه سابقه ای داره نمیدونیم، زمین و زمان رو به هم چیز بکنه، فوش بده، بعد آخرم بگه من بحث علمی میکنم و من در مصادیق نیستم و من میخوام مفاهیم رو در موردش در واقع نظر بدم. کلی هم تهمت به آدم بزنه که دروغه. یکیش این که من همین الان گفتم آقا یه نشریه تو گفته اگه نشه جلوشو میگیریم اگه عکس ما منتشر نکنید. بنابراین بیاید این جامعه تا
تا قبل از فضای مجازی شاید توی برخی از مقاطع میشد توی زمینه‌های خاصی با افکار عمومی بازی کرد، اما امروز با این تجربه 40 سالی که تو انقلاب داشتن و جریان‌های مختلفو دیدن و با این فضای مجازی که همین الان دارن مردم صحبت‌های ما رو میشنون و بلافاصله بعد از ما هم شروع می‌کنن بحث کردن که آقا کدوم حرف فلانی درست بود، کدوم حرف اون یکی درست بود، نمیشه با جامعه دروغ گفت. با دروغ بجنگید. دروغ اساس این جامعه رو میریزه رو هم. میخواید قدرت رو در دست بگیرید با کودتای انتخاباتی؟ خب بگید آقا ما اومدیم. این همین کاری که حزب بسط تو سوریه و عراق میکرد یا حزب کمونیست توی کشورهای شرقی میکرد. آقا ما نمایندمون فلانیه برای این شهر، اینم هستش، هم یک کیلو گلابی هم بیشتر نداریم. و این گلابی هم میان رای میدن به قول آقای روحانی هم. ببینید صدای رئیس جمهور هم در آورده، میگه آقا میگیم چرا نیست، میگه 2000 نفر هستن. آقا 2000 کیلو گلابی با 1 کیلو گلابی باز میشه یه نوع میوه. تنوع میوه یعنی که در کنار گلابی سیب باشه، نه اینکه 1 کیلو گلابی باشه 2000 کیلو گلابی باشه. این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، دفاع بکنیم، تو یک رقابت آزاد بیایم توی صحنه. اگر ما باختیم تسلیمیم. من مردم بدانند من در طول 40 سال گذشته فقط در یک انتخابات شرکت کردم، دور دوم شورای شهر تهران، و رأی نیاوردم. نفر اول شدم از علل بدل ها. همیشه افتخار کردم و گفتم آزادترین انتخابات بعد از انقلاب از سال 60 به این طرف غیر از مجلس اول انتخابات شوراهای دور دوم بود که من توش رأی نیاوردم. اینجوری نیست که ما رأی انتخابات رأی نیاریم بیزنیم به هم دیگر انتخابات رأی بیاریم. بله اگر شورای نگهبان بیاد طرف یکی قش بکنه، سپاه همه امکاناتشو بسیج بکنه برای یه نفر، صدا و سیما بیاد همه جمع بشن که بخوان یه کودتای انتخاباتی بکنن، افشا میکنیم، روشنه، ساکت نمیشینیم. اما اینجوری نیست که معیارمون این باشه که خودمون رأی آوردیم بگیم که آقا انتخابات آزاد، اگه رأی نیاوردیم بگیم آزاد نیست. من تو همین انتخابات خودم اعلام کردم، اول گفتم صلاحیت اصلاح طلبان که هیچی، تو این انتخابات به دلیل این شرایط و به دلیل مشکلات و به دلیل نارضایتی مردم و به دلیل ناامیدی که هستش، ما باید بریم دایره رو باز کنیم. هر سیستم عاقلی میره دایره رو باز میکنه. من گفتم معیارم این نامزد نهضت آزادی، نه اصلاح طلب رو رأی دادم. معیار شخص من، نه معیار اصلاح طلب. برای اینکه باید آزاد بشیم. اون که گفتم گام دوم، یعنی باید برگردیم به اون شعار اول انقلاب. جمله آخر من این. ببینید دوستان، سال 58 و 59 تو این کشور انتخابات برگزار شد. قبل از داستان ترورهای کور مجاهدین خلق، هم رهبر انقلاب حضور داشت. کسانی که قانون اساسی رو تدوین کردن حی و حاضر بودن. ملت هم که تازه اول انقلاب بود و کاملا با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب آشنا. ما آزادترین انتخابات رو برگزار کردیم و البته قویترین مجلس هم شکل گرفت، همه هم توش بودن و ضرر نکردیم. ضرر ما از وقتی بود که شروع کردیم هی حذف کردیم، نتیجهش هی فاصله گرفتن جامعه بود از حکومت و از خود روحانیت، به گونه که سیر روحانیت که نگاه کنیم توی مجلس توی این ده تا همین دوره کم شده. چرا؟ مردم ناراضی هست، اعتراض دارن. یک جا بود که ما میتونستیم با صندوق رأی نشون بدیم هر کسی پایگاهش چقدره و هر کسی به اندازه پایگاه خودش انتظار داشته باشه که تو این حکومت نقش داشته باشه. اون یکی هم دارید از بین میبرید. تا هم حرف میزنیم میگن ما اکثریتیم. میگه خب اگه اکثریتی چرا از رفراندوم وحشت داری؟ اگه اکثریتی چرا از انتخابات آزاد وحشت داری؟ اگه اکثریتی چرا به مخالف خودت نمیذاری تظاهرات بکنه؟ خب این حقوق هم بدید معلوم بشه که واقعا شما اکثریتید، بقیه نخنما شدن و یه عده منزوی هستن و از دید مردم منفورن و کنار گذاشته شدن. اون وقت ببین که تو جامعه اقبالشون به کی خواهد بود؟ به من خواهد بود، به شما خواهد بود، به دیگری خواهد بود که عزل کرده و به فرد ثالث که اصلا هنوز مطرح نشده. بنابراین اصل رو بذاریم بر این که حق انتخاب حق ملته. اگر این جمله رهبری باور بهش دارید و خودشون اگه ملتزمه به این جمله که رأی مردم حق مردمه، باید الزاماتش هم و مقدماتش براش فراهم بکنیم. بزنیم هر کی میخواد رأی بده
اون وقتی که رأی داد میشه اون رأی